با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. هنوز اون کلیپی که ضبط کردم می‌خواستم پخش کنم وقتش نشد، متأسفانه بود. چون دارم صحبت می‌کنم راجع به بحث ارتش و حرکت‌های سپاه در منطقه تا مردم هوشیار و آگاه باشن و غافلگیر به عرف نشن. سپاه شهیدان شروع فعالیت کرده، شهیدان کار انجام میده، پهپاداشو فرستاده و نیروهاش داره پیاده میکنه و دولت عراق هم تماشا میکنه. آمریکا، من چند سال قبل گفتم، دو سال قبل گفتم، گفتم آمریکا برای نیروهای سپاه، سپاه قدس و این بار معروف جرثومه فساد، شاید اون تر عراق بخواد بریزه، حالا نمیدونم. اما حکایت آمریکا با بچه سپاه حکایت یه آدم داشت پهلوانی با یک بچه است. اگر پهلوان بچه رو بزنه خب شاکانه، اگر با بچه تو گوشمون خیلی سخته. آمریکا تو گوشی خورده، چند تا چک خورده. از آمریکا میگم توی این قضیه آمریکا تنها نیست، روسیه پشتشه، چین هست، فرانسه و اروپا کلا هستن. این به قول معروف شاخشون آمده جلو، یعنی همه پشت قضیه با هم هستن تو قصه. و من این خبر شما براتون بخونم، خبرش رو. خبر ما رو امروزه یک شنبه هفته دی. عراق سپاه موشک‌های برد کوتاه و پهپاد جنگی مستقر کرد. به گزارش روزنامه کویتی القیاس به نقل از منابع ایرانی گزارش داد که سپاه پاسداران موشک‌های برد کوتاه و هواپیمای بدون سرنشینی در عراق مستقر کرده است. موشک‌های برد کوتاه آرش و هواپیمای بدون سرنشین سپاه در تأسیسات و اردوگاه‌های متعلق به گروه‌های شبه نظامی عراقی نزدیک به حکومت ایران مستقر شدند. منابع تأکید کردند که سپاه پاسداران ممکن است طی چند روزی هفته آینده حملات موشکی بدون سرنشین را علیه اهدافی نه تنها در عراق بلکه در برخی کشورهای منطقه هم انجام بده. منابع ادعا میکنند که این حملات ممکن است پس از عزیمت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سمت خود و آمدن جو بایدن به جای وی رخ دهد. خب خدمت شما عرض کنم که خلاصه داره زمینه چیزی آماده میشه و هر چی که بشود به نفع ملت ایران است. من دوستان نیستی بهتون بگم من نه با آمریکا بدم، نه با روسیه بدم، نه با چین بدم، نه با اروپا بدم، نه با روسیه رو فرق نمیکنه. اما وقتی ذات پدیدشون رو میشناسیم، وقتی میدونیم در راه منافع حرکت نباید بکنیم. ببینید ما الان توی کشورمون یه داریم که آمریکایی فکر میکنن، آمریکایی هستن. از زمان نوربخش و عادلی اینا گرفته تا داردسته اقتصادی کشور، یه سری هستن که انگلیسی هستن، امثال لاریجانی ها و روحانی اینا، یه سری هستن روسی هستن، امثال خامنه‌ای و تیمش و این حرف برفا اینا، یه سری هستن چینی هستن، مؤتلفه و اسکرودو و تیمش اینا که بودن و شما میدونید، یه ده هستن که فرانسوی هستن. خب هستن. و پس میخوام بهتون تو بگم که اینها ماهیت و ذاتشون چیزی هست که اینا بر مردم ایران اعمال میکنن. ببینید من سه سال قبل یا چهار سال قبل یادم نیست یک فیلم تو معرفی کردم، گفتم فیلم حتما ببینید، قازهای وحشی. خوب دقت کنید، قازهای وحشی. این فیلم قازهای وحشی نشان دهنده ماهیت درونی انگلیسه. یا فیلم هایی که اگر الان دیگه کم کم رجوع میکنن، فیلم های زندان های و شکنجهگر خونه های شوروی در منطقه سیبری، یه نفر یه تیکه نون دزدیده بود، ده سال حبس با شکنجه در اون جایی که خودتون میدونید و همه بیشتر نفر در سال طرف میشدن. این ماهیت این هاست، میدونید ماهیت چه دیگه، این ذاتشه، کارش نمیشه کرد. خب خامنه‌ای میاد اعمال خود کار اون رو انجام بده. خامنه‌ای روسه، روسی فکر میکنه آره باید تنبیه کرد، این کارا رو کرد به خاطر این قصه. میلیارد میلیارد میبرن کشش ندید، اما برای این مسئله کوچیکی که میرسه زندان میکنن، دست قطع میکنن و اعدام میکنن. این ماهیت شوروی هست، ماهیت روسیه هست. او فیلم ها رو ببینید چه زندانی و چه شکنجه هایی میبردن تو منطقه سیبری، کجا 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 کجا، صبح تا شب سنگ بشکنن و بعد داره بیارن بخاطر تیک نون، 5 سال، 10 سال، 15 سال و حبس از این حرف. خب ما فرانسه رو میبینیم، فرانسوی ها فیلماش رو میبینیم، عمر مختار و امثال هم
هست. آمریکایی‌ها هم فیلماشون می‌بینیم. چینی‌ها هم می‌بینیم فیلم سینماشون مال لااقل دهه 60 و 70 میلادی. این ماهیت این هاست. آمریکایی از مزرعه چاپارل و گاوچرونی و نمی‌دونم مسائل دیگه تا بحث‌های تروریستی و بحث فیلم‌های چی میگن که شلیک می‌کنن. این ماهیتشونه. البته اونها چکیده‌ای از تمام خلافکاری دنیا جمع شدن تو آمریکا. چین هم که فیلماشو میبینیم چه کار میکنن چه کار نمیکنن فقط بکشن. ژاپن هم که دیگه خشنترین در دنیا هستن و آلمانی ها هم که فیلماشو دیدیم بعد از جنگ جهانی اول و دوم و گشتاپو و چه ظلم و ستمی در کشوری کردن که اینا در اونجا راهشون دادن. مثلا در فیلم قاضی وحشی انگلیس حالا میگه که سری موضوع فرق نمی انگلیسی هستن سرباز هستن هر چی هستن چریکایی هستن که اینا یک رئیس جمهور سیاپوس رو میبرن از بیمارستان میذارن کنه یادم نیست میخوان ببرن تحویل کشور رقیب تو کشور بدن به رقیبش کنن اینقدر میدی این امتیازا رو میدی و اینو میاریمش. اول قبول نمیکنه بعد که میده درسته با آوردن نزدیک مرز آوردن و نیروی خودش هم اونجا هستن نیروی خود انگلیسی هم اونجا هستن اون سربازا و اون چریکای به اون سر اونجا هستن. بعد خواسته آخر کار رو معامله میکنن با هم دیگه معامله میکنن که نه آقای نه اینقدر بد میره باشه توافق کردن امضا کردن و گفت این چیزی که تو میخوای ما میدیم انعام میتونم بد میدیم چیکار کردن فکر میکنید حرف اون خواست بشینه که اینا رو برداره بیاره اعلام شد بدشون کنه تموم شد معامله شد نیروی خود اونجا ول کرد همه از بین رفتن. قاضی‌های وحشی این خصلت و ذات و حساب اون کنیه و اون چکیده انگلیسه الان به چه فلاکت و بدبختی افتاده. خب اونا همینه اون ظلم ستم همینه. من فیلم چند تا پیش بهتون گفتم چند تا فیلم میگم گفتم یادم نیست ولی میخوام بگم این فیلم هایی که هست ماهیت درونی حکومت ها نشون میده. میاد به شما میگه آقای محمدی آقای ایرانی آقای فلان ما ذاتمون اینه ما این هستیم. البته اون زمان فیلم ها میساختن فکر نمیکنن دنیای مدیایی بیاد و اینا محکوم بشن توی فیلم ها سرد بشه علیه خودشون. اونو میخواستن ما بترسونن مردم ها مخصوصا شوروی واقعا شکل آقا من نمیدونم یک دولت باید با ملت چی کار رو بکنه پاتتی که نون یه دوزی کوچیک. برو فیلماشو ببین هست حالا کتاب وقت نمی کنید فیلماشو میتونید ببینید سرچ کنید میاد. این ماهیت انگلیس اون ماهیت آمریکاست ماهیت چینی فیلم چینی جاپانی ببینید. پس میخوام اینو بهتون بگم من با کیس دشمن نیستم. من میگم دوستی با آدم های اینجوری با حکومت های اینجوری دشمنی علیه خودمونه. اینها ذاتشون اینه. الان مثلا امثال همین جلال واکسنگ پیش اومده امثال روحانی و اینها میگم ولش کن بذاریم مردن مردن فقط ما به پولمون برسیم اربابمون رو راضی بکنیم اهمیت نداره براشون. خامنه‌ای هم همینطوره اردوگاه کار اجباری فلان 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 تبعید بند بسا اینها اهمیت نداره براش میباید آدم بشن اینا. تو آدم هستی؟ شوروی آدم بود 72 سال گند زد بود کشور رفت و الان روسیه بدتر از اون. شما خودتون اول آدم باشید بعد یه آدم سازی بکنید. یا فیلم های چینی و ژاپنی رو ببینید سامورای اینا رو ببینید. پس میخوام اینو بهتون بگم که اینها ماهیت خودشون برای ما رو کردن ما هم میبینیم اگر خودمون رو راه بزنیم دیگه تقصیر خودمون. اما ارتش خدمت شما هستم. من کلیپ دیشب امروز گذاشتم فکر کنم یادم نیست راجع به ارتش که حساب میخواد وارد بحث کرونا بشه ولی نگفتم که اگه اونها اومدن شما بزنید به هیچ وجه من روجی نظر شخصی من این واکسن خامه. الان در تمام دنیا میبینید آقا از فردا 50,000 هدف اونجا میزنیم از فردا 1,000,000 همش میزنیم 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 چون موزه هستن که آزمایش رو تو ایران و چند کشور ایران بیفته بزنن نتیجه ببینن و بعد اگه نشد بهانه های دیگه بیارن. از مردم خودشون میترسند. دنیای مدیوم بود دنیای سابق نیست که هر غلطی خواستن بکنن زیر خاک دفنن بره پی کارش. چین چند میلیون نفر ملت رو دفن کرد دارن خونش رو قرقه بمیرن برای منافع. آخرش چی میشه آقای چین تو؟ تو آخرش به کجا میرسی؟ پس میخوام اینو بهتون میگم بسار ارتش اگه وارد رسم شد اولا که ارتش بیگدار با آب نمیزنه ولی اینا یکی از نقشه های پریچ این است که ارتش رو توی قضیه زایش کنن. اگر احیانا آوردن واکسن و دادن ارتش زد به اینها کردن اینها کردن
ارتش قطعا بیگدار باب نخواهد، ارتش بازیچین رو قرار نخواهد گرفت، در منافع حرکت نخواهد کرد. مثلا برفرض آقای نقدی بیاد بگه 100 هزار تومان منو بیا بزن تو کارت نباشه، 100 هزار تومان اونجا مثلا 200 هزار دلار گرفته که اینا بزنن بزنند، پولش هم از دولت بگیره. خب ارتش هیچ وقت چیکار نمیکنه، ارتش زرنگتر از این حرفاست. ولی بازم من امروز برای چند نهادشون نامه نوشتم فرستادم و روابط عمومی همین رو نوشتم که حواستون جمع باشه. من میدونم بازی قرار نمیگیره، من دارم چیزی، ولی وظیفه‌م هست که اعلام بکنم بهتون اینها کارشون این همینه. حالا چی میفهمه که ارتش رو میاد، ولی میگم من فرق نمیکنه ارتش کی بذاره، فقط بزنید ما فیلمشو بگیریم برای اربابمون بفرستیم پول به حسابمون بیاد، تمام. اینو میخوان، اصلا اهمیت نداره، اصلا همین آقای نقدی اصلا براش اهمیت نداره 1,500,000 بسیج بمیرند، ککش هم نمیزنه، چون ایرانی نیست، یه عراقی رانده شده است، یه عراقی بی‌شرف حرامزاده است، براش فرق نمیکنه، اصلا ضد ایرانی هستن این پرسترشون. پس من اگر گفتم ارتش بده، من گفتم که واکسن بزن، هیچ وقت تا زمان که واکسن به اون حد رسیدگی خودش نرسه و به زمان خودش نرسه و درست انجام نشه، تمامی بازی سر این است که واکسن ها این است که بورس بیاد بالا، باز دولت ها از ملت هاشون بدزدند 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 تا جورشون در بیاد. دزدن آقا، دز کاری بلد نیستن، دزدن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. بله، اتحادیه اروپا واکسیناسیون سراسری آغاز میکند، همش میکند. و یک چیزم در مورد عرب ها بگم، من یک بار کلیپ گذاشتم. دوستان عزیز، شما اولا که عرب زبان هستید، حتی عرب زبان هم هستید، عرب لهجه عربی دارید، چون بذار اولین بار بگم، شما حتی عربی هم بلد نیستید، 90% زبان عربی نمیفهمید. شما وقتی میخواید بنویسید، بخونید، آیا گچ پش جزش هست یا نه، شما گ و چ و پ و ژ که استفاده میکنید، شما ایرانی هستید و عرب زبان، و بذار گفته باشم، گفتم الان دیگه، شما حتی عربی بلد نیستید، 90% عربی نمیفهمید چی میگند، لهجه اونها رو گرفتید، هم مرز بودید، لهجه اونها رو گرفتید، لهجه گرفتید. لهجه ملیت نیست، نژاد نیست. و اما هیچ وقت به ایرانی ها در هیچ شرایطی، میدونم شما ایرانی هستید، مثلا آذری های ما اینا ترک زبان هستن، باز اونها هم زبان آذربایجان و زبان ترکیه و استانبولی رو نمیفهمن، 30-40%، 20-30%، وقتی میان اونها صحبت بکنن خلاصه نمیشه. شما آذری زبان، شما ایرانی، چه آذری هستید، ایرانی هستید و آذری زبان هستید، زبان اونهاست، اونم لهجه است دیگه، تعارف هم نداریم که، تعارفی نداریم که، بلد نیستید، اشکال نداره، ولی خب چون هم مرز بودید، فنا بودید، لحجه گرفتید. شما عرب هم همچنین، به کسی هم اگه برخورده بانو ببخشید داریم، من هیچ وقت نظرم نیست، چون اونها ذاتشون همینه، اصل بد نکو نگر از آن که بنیادش برست. باز دارم میگم کلیپ رو حتما تا فردا خواهم گذاشت، اینه که انسان هر کاری بخواد میتونه بکنه، بر از یک کارتون کلیپ توضیح میدم، یک در نوع خودش یک کلیپی است که خلاصه خیلی نزدیک مونه به اون جایی که باید برسیم، یعنی جزء آخرین کلیپ های من است اون قضیه. خب ایامتون بگم، روزگارتون خوش. یکی از دوستان نوشته آقا نمیدونم ایام کریسمس ایام چیه، تبلیغ 5 تا اومده تو رو نبوده، بعد اخمم کرده. خب دوست عزیز، اون کلیپ ها اون تبلیغات من نمیفرستم، ولی من فکر کردم که خوشحال شدی کمکم کردی، بعدم نه بابا اخ کردی حسابی عکسای اینجوری گذاشتی، نکن دوست عزیز، اجباری نیست، من بدهکار شما نیستم، طلبکار شما نیستم. شما اگر آمدید یک کلیپ یک تبلیغ رو 2-3 دقیقه یا 5 دقیقه دیدی تا آخرش، کمک به خودته، این کانال ادامه پیدا میکنه. این چیزا رو هیچ جای دنیا به یاد نمیدن. هر چی تو گوگل سرچ کنید یه جای کارش اشکال داره، یه جای شما انحراف میبره، چون منافع خوش در سر نه منافع تو، نه منافع من. ولی من صادقانه و خالصانه و عاشقانه در خدمت شما هستم، کمک میکنید بکن نکن نه کمک میکنید دیگه نمیخوام اصلا هیچ وجه از تو کمک نمیخوام، پای مال نمیخوام، ولی این لاغر کمکه، هرچند که دیگه از این حرفا گذشته و به زودی زود ما برمیگردیم ایران و از این نوع انتقاد خلاص میشیم. یه نفر میشه که شما خالی میبندی، گفتی برای رمز
الف لام میم میگم خب تو نیست، تو نبودی. من گرفتم بیام میگم آقای عزیز تشریف بیارید اینجا ببخشید این کلیپ هست. یک هست یک ماه بعد پیدا میشه، تقصیر منه. بچم برو ببینید گذاشتم، بعد قضاوت کن. انسان هایی که زود قضاوت میکنن تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی قابل اطمینان نیستن، قابل اعتماد نیستن. پس جاتون تو کانال من تو یوتیوب من نیست. ایام بکنم روز بخوش.